اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خب من بدون فوت وقت عرایزم رو شروع میکنم. یک فرضیه من یه پله برم بالاتر بعد شر میشه. نه خطرناک شد دادم تا ته نمیریم، یه دونه دیگه میریم. آخه اینا دوربیناشون رو تنظیم کردن. ما میشه آقا اشکال نداره. آقا بسم الله یه صلوات بدید. این که ما از منبر بالا نمیریم، تاکیدمون پایین شیم. منبر متعلق به علماست و احترام نگه میداریم. خدمت شما عرض بشم که نه از این جهت که در واقع ما ایرانی هستیم، حقیقتا اینو عرض میکنم، والا همه ما مخلص اهل بیتیم. همین دلیل نشون دهنده که ما دنبال حقیقتیم. حالا خیلی توفیق دارن سیدن، من سیدم نیستم. خب اما بارها دیدید من عرض کردم سخنرانی ها مکرر گفتم که خداوند به این به آل ابراهیم توجه ویژه داشته. در آنچه ما در جامعه و تو زندگی هم میبینیم همینه. شما میبینید که سادات، حتی شما بید رتبای کنکور رو نگاه کنید، همین انا خاورمیانه رو ببینید، یه ویژگی خاص دارن. خدا اینو فرموده: ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملک عظیما. یحسدونم فعل مضارع استفاده کرده، یعنی همینه که آل ابراهیم مورد حسادت قرار میگیرن به خاطر اینکه خدا به اینها حکمت داده، از میان آنها پیامبر برگزیده، کتاب و حکمت. و آتینا هم ملک نبود. الان هم دعوا بر سر ملک عظیمه که آن حکومت جهانی که وعده داده شده در آل ابراهیم خواهد بود. دعوا هم باز هم در آل ابراهیمه، بین شاخه اسحاق و شاخه اسماعیل. از اون طرف یهودیان، از این طرف هم مسلمانان به رهبری اولاد امیرالمومنین حضرت زهرا. در عمل هم همینو میبینیم. یعنی شما میبینید در لبنان یه سید حسن نصراللهی، در عراق هم همینطوره، سادات سیستانی، همین شاهرودی و الا ماشالله حکیم. در ایران هم همینه، در یمن هم همینه. این طبیعی نیست. مگه سادات چند درصد جمعیته؟ حالا بگه تو ایران اتفاق شد، تو یمن اینجوریه. این بدین این اراده الهی بر اینه. و وقتی هم بحث اراده الهی وسطه، دیگه کسی دیگه اصلا دیده نمیشه. خدا اراده کرده این اتفاق بیفته، اراده فرموده که حکمت رو به اینها بده و اون ملک عظیم رو به این خاندان قرار بده. بارها اینو عرض کردم، نمیخوام تکرار بکنم. این تنه شجره مبارکه ابراهیمی شاخه های مختلف پیدا کرد. یه شاخه شد شاخه غربی یعنی یهودی، یه شاخه شد شاخه شرقی یعنی نصرانی. برای همینه که عموما در قرآن هر موقع صحبت از مشرق و مغرب میکنه، بلا فاصله بعدش یه بحثی از اهل بیت مطرح میکنه. در قرآن میفرماد شجره زیتونه، یعنی شجره حسینی اهل بیتی، لا شرقیه ولا غربیه، یعنی لا یهودیه ولا نصرانیه. این شمدانی هم که یهودی ها دارن، شمدان منورا که به شرق و غرب شاخاش رفته، در کتاب زکریای نبی اشاره شده. این آیه نور، سوره نور، از کتابی که قرآن است و سراسر نور، به همین اشاره داره. پاسخ به آیه زکریاست. ما مسلمون ها چون اون طرف رو نخوندیم، نمیدونیم که برخی از این آیات قرآن در واقع پاسخ به بنی اسرائیله. بین 900 تا 1000 آیه در قرآن مربوط به بنی اسرائیل، این کم نیست، یک ششم قرآنه.
باید بدونیم اینا پاسخ کیو داشته میده. میخوام بگم من اینطور حق رو میگم، حالا ما نه از بنی اسماعیلیم نه بنی اسرائیلیم، اما میگیم این هست، در عمل همینو میبینیم. اما اینجا یک نکته دیگه میخوام عرض کنم، اون که همین بنده عمیقا هرچه میگذره من قرائن و مقومهای بیشتری پیدا میکنم بر این فرضیه که دیواد گفت نظریه، که ایرانیان نقش بسیار کلیدی و ریشه‌ای و بنیادین در حمایت از ادیان الهی داشتن و خواهند داشت. و وقتی هم از ایران صحبت میکنم راجع به ایران تمدنی صحبت میکنم، نه این مرزهایی که تغییر کرده. ایران تمدنی ایرانی که امروز بخوای نگاه کنی همون جغرافیای نوروزه، همون هلال شیعی است، یعنی یک چیزی بین هلال شیعی و جغرافیای نوروز. یعنی شما از تاجیکستان و ازبکستان بگیرید، همین الان ما در ازبکستان 1.5 میلیون جمعیت داریم پرسیون ها. بعد از این رئیس جمهورشون که فوت شد آزادی مذهبی داده شد، اینا میان ایران. جالبه، عجیبه، الان تصاویر عزاداری هاشون میاد. من خیلی به برادران مدها عرض میکنم، میگم حتما یه سفر اونجا برید. دیشب هم با آقای رسول داشتم تلفنی صحبت میکنم، گفتم حتما شما اونجا برو. فارسی حرف میزنن، خراسانی بودن، از اینجا 1.5 میلیون جمعیتشونه. اخیرن که خود راه باز شده اینا میان میرن، موقع رفتن سوغاتی خاک ایران میبرن، یه مشت خاک از ایران ها. نبیگی مثلا رفت توی حرم مثلا خاک برداشت، خاک ایران رو مقدس میدون. و متاسفانه همونجور که ما فرصت سوزی کردیم در تاجیکستان، فرصت سوزی کردیم در جمهوری آذربایجان، اگر نجنبیم همین اتفاق خواهد افتاد و غربی ها و وهابی ها اونجا رو هم خراب خواهند کرد. در تاجیکستان که اهل سنتن، زمانی که از شوروی جدا شدن 6 ماه 1 سال تمام، گوش کنید خدای شاهدینه، هیچ جای دنیا شما گیر نمیرید، 6 ماه 1 سال تمام کانال 1 صدا و سیمای ایران تو تاجیکستان پخش میشد. یعنی اونا اخبار تبریز و شیراز و برف و بارون ما رو میشنیدن، اینقدر خودشون رو متعلق به ایران میدونستن. این تعلق عادی نیست برای کشوری که 100 سال زیر چکمه‌های کمونیسم بوده، دین رو خواستن نابود کنن، اما باز هم حس ایرانی بودن خودشو داره. جمهوری آذربایجان 200 سال تحت سلطه روس‌ها بود، یک شاعر روس از تو جمهوری آذربایجان بیرون نزد. اما بزرگانی از نظامی گنجوی بگیرید تا شهریار فارسی شعر میگن، چون ایرانی فکر میکنن، فکر ایرانیه قبل از اینکه به چه زبانی در بیاد، تو چه قالبی ریخته بشه. مثلا در فرهنگ آلتایی که سرزمین ابتدایی بوده که ترک ها از اونجا کوچ کردن آمدن به اطراف دریای مازندران، گرگ مقدسه. گرگ موجود مقدسه، اما در اشعار نظامی گنجوی گرگ منفوره. نشون میده این چیه؟ ایرانی فکر میکنه. بر ما ایرانی ها گرگ منفوره. این جغرافیا جغرافیای عجیبی بوده. این جغرافیا جغرافیای از قضا دینیست. میدونید یکی از فرضیه ها در مورد حضرت زرتشت اینی که حضرت زرتشت همان حضرت ابراهیم است. و اذ قال ابراهیم لابیه آذر، قرآنی که اسم هیچی رو نمیاره، به سختی اسم کسی رو میبره، برای ما قصد داره تأکید کنه که کسی که حضرت ابراهیم رو بزرگ کرد پدر یا عموی ایشون بود، فرقم نمی کنه عموش باشه یعنی از همون نسل و نسب و نژاده، اسمش آذر بوده. چرا باید اینو بگه قرآن؟ میخواد یک کدی برای ما بگذاره که آدم بریم رو این کار بکنیم. آذر فقط تو زبان ما و تو فرهنگ ما معنا داره، جای دیگه هیچ معنی نداره.
آذر یعنی آتش. آذر پادگان محل نگهبانی آتش، آذربایجان. عربا که بعد اینکه وارد ایران شدن گیه نداشتن، گیه رو به جه تبدیل کردن. آذر پشت، زر پشت یا زر توشت، یعنی او کسی که از پشت آذره، فرزند آذر. یا نه اسمی که برای براهم میگن، یا همون پرهامی که ما تو فارسی استفاده میکنیم، یا همسر ایشون سارا یا ساره، اسم فارسیه. هنوزم که هنوزه تو همون آذربایجان جز اسامی مهم آذری برای خانوها اسم ساراه، سارای میگن. این که حالا من در این که حضرت ابراهیم مال ناحیه زاگرس بوده بنده تردید ندارم، یقینه بر بنده. اما اینکه کجای این زاگرس بوده، شمال زاگرس بوده، یعنی در ارومیه بوده یا در پایینتر اورامانات، اصلا زبان اینا بعدن همین اسمو گرفت خودش، یا پایینتر در سمت شرق زاگرس بوده یا غرب زاگرس، محل دقت باید توجه کنید. و از آنجا که حضرت ابراهیم از این ناحیه کوچ کرد رفت، زرتشت هم تو ماجرای ما یهویی گم میشه، خیلی شخصیت عجیب و گم و این که تو تاریخ نمیتونی بگردی پیداش بکنی. زر پوشت ره، از پشت زر، و زر پوست ره، پسر زر آذر، از پشت زر یا آذر، همینان آذر، آگر، آیر، آتر، همه اینا در زبان فارسی یعنی آتش. این جغرافیه جغرافیه دینی اصلا میشه. چینی ها که بودایی شدن به واسطه ایرانی شدن. یک پادشاه ایرانی بود به اسم ارش، اینو به عنوان سفیر فرستادن در چین، بودیسم برد به چین. دلایل من اینا نیست، مفصله، در تاریخی تا بررسی خطوط زبان پهلوی هم هست. بگذاریم، میخوام برسم به اصلی. در زمان یهودیان این ایرانی ها هستن که یهودیت رو نجات میدن. برخی میگن آقا شخصیتی مثل کوروش یهودیان رو برگرونده به بیت المقدس، بله کار خوبی کرده، خدا برای یهودیا داشته پیغمبر میفرستاده، یعنی امید به هدایتشون داشته. اشعیای نبی، ارمیای نبی، حزقیال نبی، دانیال نبی، اینا همه همزمان هخامنشیانن. در زمان مسیحیت، زمانی که والریانوس حمله کرد تا مسیحیت رو قلع و قمع کنه، نابود کنه، امپراتور رومی، پادشاه ایرانی شاپور حمله میکنه، بین راه او رو میگیره، سپاهش رو شکست میده، به اسارت میگیرش، میارش تو ایران، و در نقش رستم اینو به تصویر کشیده شده، تعظیم پادشاه روم در مقابل پادشاه ایرانی. و اگر هر جای دیگه دنیا بود، تک تک دانش آموزا رو میبردن اونجا رو نشون میدادن. این مال نکته که دارم میگم، مال رهبر انقلاب ها. شانس آوردیم ایشون یه جمله اینجا گفت، و اینا میگفتن آ اینو من در مورد ایران گفتی، ما آدمای بیمار این شکلی داریم، هیچ مریض خونه هم اینا رو نمیتونه درمان کنه. ایشون میگه بردن توی یه جای خالی توی بیابونی، گفتن اینا میدونین چیه؟ این دشت ماراتونه. خب چی این بیابون؟ اینجا جایی بوده که ما ایرانی‌ها رو شکست دادیم، هیچ اثری هم نیست، بیابون خالی. اگر امروز شما بینید جوونت به سمت غرب گرایی داره میره، چون نمیدونه دشمنی ما با غربی ها مال امروز و دیروز و بعد از اسلام نیست. 2500 سال ما با هم دشمنی، تفاوت ریشه‌ای، فکری، عقیدتی، جهانبینی، همه اینا رو با اینا ما داریم. اینها اخراجی های فلات ایرانن. شما الان میرید دایره مالف این فنلاندیا رو میخونی، نوشته فینلند، یعنی سرزمین فینها. وقتی نگاه میکنی نوشتن ما ایرانیم. ایرلند سرزمین آریایی ها، الف و نون اینجا الف و نون جمعه، ایران یعنی سرزمین ایرها یا آریایی ها. ایرلند هم همون معنی میده. آیسلند، ایسلند سرزمین یخ. گلها فرانسوی ها با گیلهای ما هم نژادن.
گیلان، الف و نون جمع، سرزمین گیلها. اینا کوچ کردن رفتن، اخراجی های فلات ایران بودن. بسیاری از واژگانشون، تقریبا میتونم بگم 90% واژگانشون فارسی است. تغییر کرده مون تا 2000 تا 3000 شد گذشته این فارسی تغییر کرده. ماهای اینا همه فارسیه. حرف ه و س خیلی به هم تبدیل میشه تو زبان شناسی، مثل هند سند. همین دهی که ما میگیم اینا میگن دسی. زیاد الان من بخوام اهورا اسورا، ف و پ هم که خیلی به هم تبدیل میشه، میدونید چون هفت ما به تو زبان اونا میشه سبت. همین الان تو عربی و عبری هم میگن سبت، سبت شبت هم میگن، شبات روز هفتمشون اینا یهودی ها چیز نگم دارن. سبت امبر ماه هفتم، نو امبر ماه نهم. حالا شاید بگی اینا چرا دقیقا الان اون ماه ماه نهم نیست، به خاطر اینکه اونا مبدأ شمارش ماهاشون متفاوت از ما کردن. ما بر ما درسته، از ابتدای بهار اونا اینجوری نیست. دسامبر ماه دهم، دس ده. ای کاش یه مسئولی داشتیم تو این کشور، ما وقتی میخواست بره برای این غربی ها حرف بزنه بگه بابا شما روز و ماه و سالتون به زبون ماست. تمدن از اینجا رفته، فهم از اینجا رفته، جهانبینیتون بعد از اینجا میگرفتی. من خیلی وقت دیدم آی ما ایرانی ها اینجوری، ما ایرانی ها اونجوریم. بله ایرادات داریم، اما قابل مقایسه نیست تمدن ما، فرهنگ مردم ما، شعور مردم ما، مردم دوستی مردم ما، محبت مردم ما، حق طلبی مردم ما در دنیا نظیر نداره، نظیر نداره. شما خیلی هاتون تاس مسافرتی که شاید رفته باشید، یک کشور دو کشور رفته باشید، اگر کارتون ایجاب میکرد برید اقصا نقاط دنیا رو برید ببینید، اون موقع متوجه ریشه های فرهنگی میشدید. برداشت والریانوس آورد، تعظیم کرده و هر دفعه میخواست سوار اسبش بشه اینو میشون پاشو میذاشت رو. بچه ما اینو نشنیده، تو کتابش بیاد و نمیدونم فیلمش ساخته بشه، کارتونش ساخته بشه، پیشکش، نشنیده. از رهبر انقلاب هم تأکید داره ها. بعد انتظار دارین جوان جذب در غرب نشه؟ این دائم تحقیر شد بابت ایران میدنش. اون زمانی که این احمق ها فکر میکنن زمین تخته، دانشمندان ایرانی شعاع کره زمین رو حساب میکردن و داد بیداد هم نمی کردن، چون برایشون بدیهی بود. خب معلومه گرد زمین داد بیداد نداره. ببین ابو ریحان بیرونی ما کی محاسبه کرده. بعد جالب دردآور میدید چیه، همینم دوباره غربی ها اومدن مستندش ساختن. مسیحیت رو ما نجات دادیم، وگرنه نابود شده بود. اسلام رو هم ما نجات دادیم. همه حرف من می، وقتی پیامبر این آیه نازل شد، من یرتد منکم من دینه، اگر از دینتون برگردی، فسوف، در آینده دور خدا قومی رو میاره، یحبهم و یحبونه، خدا عاشق ایناست، اینا عاشق خدان، در مقابل کفار عزیز و شکست ناپذیر، در مقابل مؤمنین فروتن، ذلتن علی المؤمنین، یجاهدون فی سبیل الله، جهاد میکنن در راه خدا. بیاید ببینید، ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش و کنایه و فحش و تمسخرم کوتاه نمیان، نمیترسن، باکی ندارن. سوال شد یا رسول الله کی ان نوید بلند شد، اهل سنت هم دارن، وهابی ها اینو دارن، برام خیلی راجع به این بحث نمیکنن، چون میدونن حدیث دارن میبینن با سند حدیث میگن تو چششون. همین صحابه دور پیامبر گرفتن، آقا از ماییم، از عشیره ما، از بنی فلانه. حضرت یه پیرمرد اون بغل نشسته بود، زد به شانش و فرمود هادا و زبو، جمع کنید بابا، این قومش میدیدیم سلمان. سلمانی که شما نمیدونید، سلمان رفت مسیحیت رو خوند،
اسقف شد، آیت اللهشون شد. یهودیت رو جوری تخصص پیدا کرد در حد یک خاخام. اسیر شده بود وقتی آزاد شد، تا پیامبر رو دید شناخت، گفت همون. مانویگری رو میدونست، مزدکیرها رو میدونست، که تمام این ادیان رو رفته بود گشته بود. آدم حکیم بود، دنیا دیده بود. و آخرین من هم لما یلحقو به هم، سوره جمعه دوباره نازل شد، باز پیامبر زد به ران پای سلمان، فرمود من هذا، از این میان که به من ملحق میشن با فاصله. شیعه و سنی نقش، اگه دانش و ایمان در ثریا باشه، مردمانی از این سرزمین رو به زیر میکشن. تو همین سفری که در حج بودیم صحبتی شد با یکی از این بندگان خدا، گفتم بابا چی شما میگی؟ شما دیگه بهترین منابع حدیثیتون صحیح بخاری و صحیح مسلمه؟ جز اینه؟ میگی صحیحین، یعنی دوتا کتاب که صحیحن. گفت بله. گفتم بخاری منا، مسلم منا. گفتم هم بخاری ایرانی هم مسلم. مسلم که امنال قبرش تو نیشابوره، جغرافی های ایران تمدنی. گفتم همون ایران تمدنی امروز با هلال شیعه گره خورده، همون ایرانی که میدونست امروز چی باید انتخاب کنه، همون ایرانی هم که زمانی که اکثریت اهل سنت داشت باید بهشون میگفتی سنی های دوازده امامی، مرید اهل بیت، محب اهل بیت. شعرهای سنی ما وقتی شعر میگفتن میری نگاه میکنی در مورد خلفا شعر گفتن، در مورد اهل بیت هم شعر گفتن. به اهل بیت که میرسه ورق بر میگرده، جنس کلمات تغییر میکنه. گمگشته مولانا شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. دنبال از جک و جونورا خسته شدم، از دیو یعنی شیاطین، معادل شیطان. شیطان هم کلمه فارسی است، از ستنه، از سیتن میاد ستون. دعو دیو معادل شیطان، که از دیو و دد ملو، دشمن و شیطان گریزانم. انسان هم انسانه که شیر خدا و رستم دستان هم آره. رستم دستان که حالا اسطوره است، فردوسی رحمت الله علیه شاعر شیعه ایرانی خراسانی، فرمود رستم یلی بود در سیستان، که من کردمش رستم داستان. میگه من دیگه بزرگ کردم ماجره، یه پهلوانی بود تو سیستان اسمش شنیده بودیم، ما آنه آوردیم رستمش. اما شیر خدا واقعی است، اسدالله. یه دیرم مندم سر این پرچم شیر خورشید بحث میکنن و فلان و بابا این شیر خورشید تو پرچمه، همون شیر خورشید هم باز اون اسدالله اشاره داره. میدونید که از زمان قاجار بود و قبلترش در زمان صفوی حتی شکل گرفت. شاه عباس ما وقتی نامه می نویش به سلطان عثمانی، زیرش می نویش کلب آستان علی ابن ابی طالب عباس. گفت من سگ در خونه امیرالمومنینم. ما ایرانی ها گمگشته خودمون رو در امیرالمومنین پیدا کردیم و اولادش. ما علیجو بودیم، هی داشتیم میگشتیم این برور دنیا، در امیرالمومنین در وجود نازنینش رو یافتیم. این مأموریت در نجات جهان اسلام کی به ما محول شد؟ بنده منتقدم با یک هجرت، با تشریف فرمایی آقا علی ابن موسی رضا از مدینه به ایران. چه تشریف فرمایی، ورق تاریخ رو برگردوند. به این شما این مشکلات رو دارید میبینید، منم میبینم، بیشترش هم از شما خبر دارم. اما همین بنده عرض میکنم، یه دیده دیگه بعضی ما این پیشبینی ما معروفه،
خب بنده عرض میکنم ایران در تارک آسمان خواهد درخشید، نه تو آینده خیلی دورا، اینو خواهید دید. روندای جهانی تماماً به سود ایران است، اراده الهی بر اینه. این مردم خون دادن. بله قبول دارم یک بخشش باید خیلی سریعتر و زودتر مردم تو سفره هاشون هم اینو چیکار کنن حس کنن، قبول دارم. اینم هیچ کس نمیده آقا با شاید و باید میان میگن دیگه، نه من یقین دارم. حالا ببینید انشاءالله خواهید دید به چشم خودتون، ایران در تارک جهان خواهد درخشید. تشریف فرمایی آقا علی ابن مسرزا موجی ایجاد کرد از ورود تشیع مبنایی و عقلانی. تا پیش از اون ما ارادتمون به اهل بیت حب است و فطرت، دقت کنید، ما فطرتمون علی دوست داره، عدل علی تو ذهنمونه. زمانی که یک ایرانی خلیفه دوم رو ترور کرد، فرزند یکی دیگر از خلفا یه ایرانی دیگر رو کشت. امیرالمومنین زمانی که به خلافت رسید اولین اقدامی که کرد دستور دستگیری اونو داد، گفت فیروز کشته، تو هرمزان رو برای چی کشتی؟ فیروز خلیفه دوم ترور کرده. سری طرف هم فرار کرد تو سپاه معاویه. عجیبه دیگه، یعنی ایرانی ها عدل امیرالمومنین دیده بودن، شیرینی اون عدالت زیر زبانشون چشید. اصلا خوبه بدونید یکی از ایراداتی که آقایان به امیرالمومنین وارد میکردن، میگفتن چرا انقدر این ایرانی ها دورتن. یه روز امیر اشعث ابن قیس اومد دید دور منبر امیرالمومنین ایرانی ها گرفتن، مجوسا گرفتن، اینا میگفتن عجما گرفتن، صورت قرمزا گرفتن، با این الفاظ یاد میکردن، چون اینا ناحیه کردستان ما با عراق در ارتباط بود، این کردای ما و آذریای ما بیشترین اینا رو صورت سرخ میدیدن، اینا از این الفاظ یاد کردن. بعد شروع کردن لغت کردن همینجوری که اینجا جای ماست، چرا این اومدن وایستادن، این یمنی بود دیگه. وقت اومد نشست، امیر همون توبیخش کرد تو جمع، قشنگ رسمن یه سه چهار دو شستش انداختش رو بند، بعد فرمود که اینا تو آخر زمان شما رو مسلمون میکنن، اینا دوباره به شما اسلام یاد میدن. در سپاه مختار همین قصه بود که ایرانی ها به انتقام ابو عبدالله هلند شدن. فطرت حقجوی ایرانی ها با آمدن امام رضا حالا چی شد؟ حالا منطق شیعی داره میگیره، حالا کلام شیعی داره میگیره، دوستش داره قلبش، جانش، فطرتش، حالا عقلش هم به این میرسه که بهترین است. این شد که با یه سرعت عجیب غریبی ایران پیش رفت. در همین نیشابور وقتی آوردن 50-60 هزار نفر باید میستن فقط یه حدیث از امام رضا بشنون، حدیث سلسله تو ذهب، سلسله یعنی زنجیر، ذهب هم یعنی طلا. چرا میگن زنجیر طلایی؟ چون تمام راویانش امامن. امام رضا میفرماست سمعت و من شنیدم من ابی، از با پدرم شنیدم، پدرم از پدرش شنید، تا میرسونه به که چی؟ کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من ازا، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من. وقتی داشتن میرفتن اولین امامیست که ایشون امامت رو علنی میکنه. تا قبلش امامت تئوریست که در محافل خاص شیعی راجبش بحث میشه، عمومی کسی جرأت نمی کنه حرف بزنه. بعد حضرت سر از کجاوه بیرون آورد و فرمود که این شرطی داره ها، وارد این حسن حسین الهی شدن و از عذاب خدا در امان موندن. حسین چیه؟ و انا شرطها، شرطش من علی ابن مسرزا، اگه منو قبول داشتید وارد این حسن میشید، نداشتید بیرونشید.
این رسما اعلام این بود که خلافت حق ماست. آقا موسی بن جعفر بحث خصوصی کرده بود با هارون الرشید، اما اینجوری که بیای بین 50-60 هزار نفر قلم به دست اینو بگی غیر حرف. حضرت که تشریف آوردن سیل شیعیان بود که وارد ایران شدن و این پایگاه جدید یک بکر است، دو متمدن است، حقجو و حق طلب است. این داستان سیاوشونی که ما ایرانی ها داریم که میگه برای اینکه اثبات کنن پاکه یا نه انداختنش تو آتیش، این برگرفته از همین داستان به آتش انداختن حضرت ابراهیم. اصلا برای همین ایرانی ها آتش رو پاک کننده میدونستن، آتش محترم شد براشون، از همین جا شروع شده. بله بعدش به انحرافات هم کشیده شده میدونم. مگه یهودیت که دین خدا بود به انحرافات کشیده نشد؟ مگه مسیحیت به انحرافات کشیده نشد؟ مگه در برخی از همین شاخه‌های اسلامی، فرق اسلامی، انحرافات پدید نیامد؟ این که دیگه دم دسته، صحبت 3000 سال 4000 سال پیش ما داریم میکنیم. حضرت ابراهیم مأمور شد به فلسطین بره، چون لولای سقاره بود، از جنوب میخوره به جنوب غربش، میخوره به قاره آفریقا، شمالش میخوره به اروپا و شرقش به آسیا. دنیای متمدن اون روز بوده. برای چه همین فلسطین انقدر مهمه؟ این همه جنگ روشه، دعوا روشه، همین. یکی از دلایلش این موقعیت سوق الجشی و بسیار ویژه فلسطینه. و از اون موقع به بعد آرام آرام شما می‌بینید ایران میشه پایگاه اصلی تشیع. حتما اگه فرصت کردین سخنرانی سازمان سری شیعه بنده رو گوش کنید، یه 20 جلسه یه 10 جلسه حالا ادامه هم داره عمری باشه باقی باشه. من اول سازمان اهل بیت توضیح دادم، بعد از پارسال بود امسال شیعیان رو گفتم چجوری باید تشکیلات سازی کنم. تمام اینا برنامه ریزی شده بود، تمام اینا حساب کتاب شده بود. اهل بیت برنامه داشتن برای این سرزمین، یعنی وعده قرآن، پیامبر و حتی عهدین. شما در کتاب بایبل، در کتاب مقدس هم نگاه بکنی باز نقش داره. ایلام، از ایران به عنوان ایلام یاد کردن با عین. و مرکز تمدن هم همینجا بود، یعنی از جنوب غرب ایران پخش شدن رفتن. اینو یافته های ژنتیکی هم تایید میکنه. من یه حرفی بخوام بزنم، یه نکته رو بخوام بگم، میرم از 10 جهت بررسیش میکنم. تو اون زمینه میرم سراغ بهترین متخصصش. با آمدن آقا علی ابن موسی رضا این سرزمین یهویی شکوفا شد. امامزاده ها میان، شبکه‌ای شکل میگیره، معارف اهل بیت وارد میشه و اینی میشه که امروز شما نگاه میکنید نه تنها خاورمیانه، امروز اگه اون روسیه و اوکراین هم دارن با هم میجنگن، نیم نگاهی به اینجا دارن. هفتاد هشتاد درصد نفت قابل استحصال دنیا که الان داره برداشت میشه، در حال استحصال بگیم بهتره، 70-80 درصدش زیر پای شیعیانه. عراق شیعه، عربستان و بخش نفخیزش بخش شیعه نشینش. میشه این اتفاقی باشه؟ 1200 سال پیش، 1000 سال پیش کجا میدونستن بهت برن یه جایی که زیرش نفته؟ مدیریتیست در دنیا، امامی هست که داره مدیریت میکنه، جهان رو داره آماده میکنه. باید مقدماتی فراهم بشه، نه مثل تکه های پازل کنار هم باید چیده بشه. بشر باید به اون رشد و به اون میزان پذیرش برسه. مگه میشه به بچه 6 ماه چلو کباب داد؟
این جسم زمین باید آماده بشه. همه اینا داره به بهترین شکل، دقیق‌ترین شکل داره پیش میره. برای همینه که شما در نگاه بزرگان امیدواری میبینید. ببینید یک بچه رو بردن واکسنش دادن، تب کرده، ناراحت هم پدر مادرش، اما عمدن بردن این کار کردن. میانه ایبی نداره دیگه، بچه همون فلج اطفال نمیگیره، از بیخ و بنیان حل شد. بله یه دو روزم تب کرده. این اتفاقات رو تب میبینن. به گذشته خودتون افتخار کنید، به هویت خودتون افتخار کنید، اینو فریاد بزنید. اجازه ندید کسی به سمت این خیز برداره. سکوت بکنید از تاجیکستان، الان شده جولانگاه از یک سمت وهابی، از اون طرف لیبرالا، کاری که با جمهوری آذربایجان کردن. باید این ریشه ها رو پیدا کرد، دوباره رویاند، اینا باید جوونه بزنه. کمتر جای شما پیدا میکنید این خود مردم ما ایران باشن. یه چیزا شنیدید مثلا، نمیدونم، حالا من نمیخوام خدا وکیل اسم ملیت ها رو ببرم، قصه میشه، یعنی خیلی از اینا رو ما نزدیک دیدیم. طرف وسط جنگ سوریه باید خط تو توی شلوارش درست میبود، الگو این طرف بود، ریشه ها اینجا بود، غیرت مال این سرزمین بود، ناموس پرستی مال این سرزمین بود. اخلاق مال این سرزمین بود، مردونگی مال این سرزمین بود. نامردی قبیح بوده از قدیم در بین ما، ناموس دزدی قبیح بوده، پدر سوختگی قبیح بوده. میگم آنچه که ما تو فطرتمون داشتیم در تشیع دیدیم، نمونه اعلاشو دیدیم، عاشقانه به سمتش رفتیم. ایرانی‌ها رو هیچ کی با زور شمشیر تا حالا نتونسته تغییرشون بده، اینو بدونید. حرف زور قبول نمی‌کنن. یه روحیه آزادگی دارن ایرانی‌ها، حرف زور قبول نمی‌کنن. اینجوری هم دیگه. اگه قرار بود دین تغییر بدن با حمله اسکندر مقدونی، هممون هلنیست میشدیم میرفت. هر کی با ما حمله کرد آدمش کردیم فرستادیمش بیرون. مغول دیگه یعنی چی؟ الان مهمونای مهمون خطرناکاتون حمله میکنن، مهمونتون میگه مغول ها اومدن. مغول آوردیم مسلمونش کردیم، کار بهش یاد دادیم، گفتیم پاشو برو رصد خونه بساز، مسجد بساز، کار خوب خوب بکن، زشته و شمشیر بی صاحب مونده همچه علکی دستت نگیر، آدم نکش، آدم باش، انسان باش. جز اینه؟ من این سرزمین سرزمین تعادله همه جوره ها، نه خیلی مثل هندی ها قائل بر اینی که آقا کلن ول کنی یه کاری دینه، یه جبرگیرایی عجیب غریب دارن هندی ها. مثلا طرف کنار پیاده رو به دنیا میاد، همونجا بزرگ میشه، همونجا میمیره خوشحال. نه از اون طرف مثل غربی ها از قدیم نگاه کن، اینا اهل فکر کردن بودن، همش نگران بودن، میگفتن خودمون باید مشکل رو بشینیم حل کنیم. از قدیم افلاطون از ایناست، ارسطو از ایناست، از قدیم همینه، از 2500 سال پیش ایرانی ها بین این دوتا بودن. از تفکرشون بگیری تا جسم، حتی نه اونقدر سفید، نه اونقدر سیاه، نه اونقدر بلند، نه اونقدر کوتاه، نه اونقدر. این سرزمین سرزمین تعادل. شما این سرزمین هندو نگاه کنید، سرزمین غلو و مبالغه است. میبینید
همه چی رو مبالغه میکنن، خلوف میکنن. اصلا اتوبوساشون رو نگاه میکنید اینقدر رنگ و لاب و فیلماشون هم دیدید یارو با یه موزی میزنه 20 نفر رو میکشه و کار عجب غریبی میکنه. خب بعد میگه آقا این فیلما رو چرا میسازن؟ میگه برای اینکه مردمش خوششون میاد. اون طرف اروپایی‌ها رو میگه گودزیلا از تو زمین میاد بیرون، یه چیزای عجیب غریبی. ایران نه، ایران اونجا که هفت‌خوان رستم هم داره برای شما میگه دنبال حکمته، دنبال یه چیزی درس به تو یاد بده. و جغرافیای جهان، شرق و غرب جهان رو ایران به هم وصل میکنه، زیرش دریاست، بالاش هم دریا، بعدش هم قطبه، رفت آمد سخته. و اینکه محل رفت آمد بود، محل تضارب عقاید شد، انواع اقسام ادیان و گروه ها و نهله ها اومدن اینجا، همه رو دیده و و قابلیت و قدرت پذیرش و دریافت داره. آقای امامزاده وقتی وارد ایران شد، یکی از این اعراب بود ظاهرم اشتباه نکنم در عیون اخبار رضا صحبتش، گفت این ایرانی ها میگن با شما فامیلن، راسته؟ حضرت فرمود درسته بله. و چطور؟ به ماجرای ازدواج دختر یزگرد سوم با امام حسین اشاره میکنم، فرمود ما از همون نسلیم. حتی امام رضا هم یه جوری زمینی به ایرانی بودن خودش اینجا اشاره میکنه، از سمت مادرمون میشه. و بعد از ایشون موجه های اومد، یه گروه با حضرت معصوم سلام الله علیه، با حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ اومدن، خیلی رفتن سمت شمال ایران به سمت مازندران، چون بالای کوها بود در امان بودن. و دستگاه خلافت هم شروع که قتل عام اینها، کشت و کشتار، اینا عزیز بودن بر ایران از همون قدیم، حتی بین اهل سنت زیارتگاه بود و قبرشون تکه تکه میکردن. همین بارا عرض کردم میکرد دلایلی که تعدد امامزاده داریم به خاطر که بعضی از این امامزاده ها دو سه تا امامزاده است. یعنی چی؟ یعنی سر مبارک رو بریدن بردن، امامزاده حمزه سرش در شاه عبدالعظیم حسنی امامزاده حمزه اونجاست، بدنش در بهبهان امامزاده حمزه است. و از اینا حمایت میکردن. در اردهال آقا علی ابن محمد پسر امام باقر، امام باقر وقتی شنو فرستاد جز اولین کوچهایی به ایران بوده. جالبه ایشون وارد کاشون که میشه، کاشان شیعه میشه بعدش، یعنی با آمدن یک نفر اینطور جامعه ایران آمد. اینا میترسیدن، برای همین قتل عام میکردن. خیلی رفتن توش امامزاده ها رو نگاه کن، جای صعب العبوره مثلا، چون در حال جنگ و فرار و گریز و مخفیگاه و اینطور بوده. قم همین شد، کاشان همین شد، در همین استان سبزوار همین شد. شما ببینید مثلا مغلا اومدن صاف کردن رفتن تو سبزوار گیر میافتن. چرا؟ چون این روح شیعی داشتن. اینا امام حسین داشت، هر جا اسم امام حسین میومد وسط میده پیروزی میومد با خودش، ذلت ناپذیری میومد با خودش. یعنی امام رضا در منتهی الیه شمال شرق ایران وقتی به شهادت میرسه این یه پایگاه میشه. اصلا قصه امامت بیام الان اعضای خود مشکی تنمون کنیم گریه کنیم پاشیم بریم نیست، قصه تمدنیه، قصه تغییر روندها و رویکردهای جهانیه. آقا جان یک جا رو در کره زمین به من نشون بدید به اندازه بارگاه و آرامگاه مطهر علی ابن موسی رضا مردم خدا رو عبادت کنن. نداریم برادر من، کعبش انقدر نماز خونده نمیشه که تو بارگاه علی ابن موسی رضا نماز خونده میشه. چند میلیون زائر همین 28 سفر وارد مشهد شده، کل حج 4 میلیونه، حج تمتع 4 میلیون، عددهای عجیب غریب میگن 7 میلیون 8 میلیون نمیدونم. میان چیکار میکنن؟ یه زیارت میکنن، بعد چیکار میکنن؟ وای میستن نماز میخونن، قرآن میخونن. بیشترین نماز رو کره زمین اینجا داره خونده میشه، حتی در کربلا و نجف هم نیست. شما ایام غیر شلوغی کربلا و نجف رو برید دیدید دیگه، شما اید و زری
اینجا تایم خلوت نداره، صبح و شب نداره. در این همه زمین خدا اراده کرد اینجا بیشتر از همه براش نماز خونده بشه. امام رؤوف ما، اینو بگم و عرضم رو خاتمه بدم، رحمت، اون لطفی که خدا به من شما میکنه، خواه بفهمیم خواه نفهمیم. مثال زدم، این سخنرانی چند وقت پیش داشتم در یکی از امامزاده گفت، بچه خوابیده سردش شده، مادرش میاد یه پتوی میندازه روش، یه ملافه میندازه روش، اصلا نمیفهمه، اما این مورد رحمت قرار گرفته، هیچ وقت خودم با خبر نمیشه، خوابه دیگه. خدا خیلی با رحمتش خیلی بلاها از سر ما میگذرونه. قرار بود همین امروز بریم مثلا تصادف کنیم پامون بشکنه، نشکست. چون اتفاق نمیفته نمیفهمیم، چون علممون وسیع نیست، گذشته و آینده و ها اینطور جامعیت نداره متوجه نمیشیم. علم غیب که نداریم که، مثل خدا واسع و علیم که نیستیم که. اما بعضی موقع است شیرینی اون بهت میچشونه، رحمت که شیرینش بهت چشونه. مثلا بچه خوابه بلند میشه میگه من آب میخوام، بهش آب میدی، اصلا خود بچه رو بیدار میکنه، میگه احتمالا تشنه باشه، این بچه موقع خواب نه غذا شروع حتما تشنه شده، خود بیدار میکنه بهش آب میدی، آب میخوره کیف میکنه. این دیگه اسمش رحمت نیست، اسمش رعفته. همه اماما رؤوفن، اما امام رضا یه چیز دیگه است. امام رضا کسی بیاد حرمش رعفتشو میچشه. یک بخشی از خواسته های ما، برادر من، خواهر من، حتما 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 خدا ارحم الراحمین چیزی ازش میخواید بهتون میده، حتما میده، اصلا نمیشه اینطور نباشه، منتها شکل اخروی به خودش میگیره. بچه میگه به من پول بده، میگه باشه پول برات گذاشتم تو بانک، بعدم بزرگ شدی برو باش ماشین بخر. میگه نه بدم، نه خودم شکلات بخرم. ناراحت هم میشه، گریه هم میکنه، میگه حالیت نیست بچه، هی نمیفهمی، اون برات بهتره. بعدن هم که بزرگ بشه میگه تو برای چه برام پول بس انداز نکردی، میگه شکلات خواستی، میگه من نمیفهمیدم، تو که میفهمیدی. درسته؟ خیلی از خواسته های من و شما صورت اخروی بود. ما در روایت داریم که مثلا افراد وقتی شکل اخروی خواسته های خودشونو میبینن میگن ای کاش در دنیا هیچی به همون نمیداد، ضرر کردیم، شکل دنیا بگرفت. پس ولذا میرید یه چیزی میخواید، اگر میبینی بهتون داده نمیشه بدونید یه جا دیگه دارم بهتون. اصلا شأن خدایی نیست همون چیزی که تو میخوای همون قدم تو زبد بده، بیشتر میده. مادر موسی یه چیزی خواست، گفت این بچه رو میشه انداخت تو آب، کار عجیب غریبی هم کرد، اونا کار امروزی بخوای نگاه کنی خاله کار بنز تو دریا بچه غرق میشه، انداخت گفت اینو میشه به من برش گردونی؟ قرآن میفرمون بله، رادوه و الیه، ما رو به تو برگردوندیم و او را از انبیا و مرسلین قرار دادیم. والا حضرت موسی مادرش پیغمبر شدن بچه‌ش نه، گفت همین صحیح سالم هم پس بود، گفت بیا این صحیح و سالم تازه پیغمبرش هم کردیم. اون چیزی که خدا میذاره روش میده به مراتب بزرگتره. ویژگی این آستان مقدس و این درگاه شریف اینه که وقتی میرید ازش یه چیزی میخواید، امام رؤوف، میدونین چی؟ یعنی شکل اخرویشو که میده، میگه یه چیزی هم همین دنیا دستشو بگیره، همین جا میشیرینی ازش بچشه. من خودم اگر مشکلاتی برام پیش بیاد، مشکلات کاری برام پیش بیاد فلان، یه جا بیشتر ندارم برام اومدن. من بارها گفتم همه پامنبری هم میدم، من تو امامو خیلی امیرالمومنینی هم، ما رو به کار بر امام زمان میشنستن، میگن فعالیت مهدوی داره، هر حرم هر امامی میرم میگم مخلصیم، باباتون یه چیز دیگه است.
خب برای همین هم سر این ماجرایی که برای امیرالمومنین برای من پیش اومد خیلی زجر کشیدم. فقط خدا آگاهه که من چی کشیدم توی ماجرا. و اون بخشی که حالا منصفانه چیزی فرمودن مخلصشون هم هستم، اما بخشی که نامردی کردن به خود امیرالمومنین سپردمش. و یقین دارم امروز همینجا میگم وایستید عاقبت این آدم ها رو ببینید، چون چیزایی گفتن که مثلا گفتن، نگفتن این خطاست، گفتن این خطه. ببین یه موقع یه نفر خطا میکنه باش. یه موقع میگه خط، یعنی عمدن داره خط. اینو بین من و شما امیرالمومنین حکم. اما عرض کردم کارام گیر بخوره من مشهدم. این عزیزی که بیشتر ما رو دعوت میکنه اینجا، همین پریز داشته ما هم صحبت میکردیم، دیروز پریز بهش گفتم که تو خیلی وقتا خبر نداری، اصلا من میام مشهد برمیارم تو روحت هم خبردار نمیشه، صبح میام شب برمیگردم، به تو هم نمیگم. ایشون عالم، عالم محمد، مشکل علمی دارید بیاد این با آستان مقدس بگیرید، شبهه دارید بیاد از امام رضا بخواید حل بشه براتون. آقای مسئله بر من شبهه است، برام حل کن آقا جون. یه جوری برات حل میکن. یا یه آدمی رو در مسیرت قرار میده. داری میری یه تیک کاغذ پیدا میکنی رو زمین. تو اینترنت داری سرچ میکنی. تو یه گروهی. من راجع به چیزی دارم حرف میزنم که تجربه کردم. خودم با هیچ کی دیگه کار ندارم. مسئله غامضی بوده، پیچیده بوده، من حل نمیشد برام. اومدم اینجا عرضه داشتم گفتم شما عالم این خاندانید، اگر صلاح میدونید این به من یه جوری. آقا یه ماه بعد، دو روز بعد زمان بوده، خدا گواه، برگشتم تو هتل. تو همون هتل یا یه متنی باز کردم، اه من چطور اینو ندیده بودم. اینکه قلب من و شما آرام بشه نتیجه اینه که ما شبهمون برطرف بشه. باید بیام اینجا تخصصی برای همین کاره. اینجا میاید این یه بچه زرنگی باشید بگید آقا اونی که برام خوبه رو بهم بده، خودت بده. من نمیدونم چی برام خوبه. من حقیقتا هم بچه هم که پولان بده همه رو میرم فاتحش رو میخونم. و اون موقعی که خوبه برام بهم بده. اصا ان تکره و شیئا فهو خیر لکم. خیلی وقت هستی چیزی شما فکر میکنی بده برات خوبه، فکر میکنی خوبه برات بده. خیلی وقت هست سختی های هست تو زندگی نجات بخشه. ما بچه بودیم همیشه ناراحت بودیم از اینکه پدر ما چرا ارتشیه، همش این شهر به اون شهر بریم. تا ما خواستیم دل ببندیم توی شهری رفیق پیدا می‌کردیم، با هم کلاسیامون دوست می‌شدیم، با همسایه‌ها صمیمی می‌شدیم. آه جمع کنید نم فلان جانم کی حمله کرده لب من، باید بنا لب من هست. یه روز این شهر، یه روز این شرق به غرب، شمال به جنوب. بعدها تو بزرگسالی خود اینا همش لطف بود. ما جوری انگار تو دوره ویژه آموزشی بودیم، تمام مذاهب قومیت ها باشون زندگی کردیم. چون اصلا یکی از دلایل موفقیت من تو همین کار خودم همینه. اینه عجب دوره تخصصی خدا برات گذاشته، قدر نمیدونست. اینجا بید از امام رضا اینو بخواید. آقای ساده دارم میگم اما اینو عمیق بپذیرید. بگو آقا جان من اصلا نمیدونم چی برام کی و کجا خوبه. او خودش امام رؤوفه، اون شیرینی این دنیا رو هم بهت میده. اگر حس زیارت ندارید، اگر میبینید عشق ندارید، یه کار فطری انجام بدید. این آقا اینطور من مدلشون رو فهمیدم، یعنی همونجا به یه زائری کمک کن.
خمشو کفش یه نفر برده بش بده، یه ویلچری و هول بده، جا باز کن نفر زیاد، جا باز کن نفر نماز بخون. این آقا رو ظاهراش حساس. هممون خادم حرم باشیم، نمونه که فقط لباس تنشونه. شیخ بهایی وقتی اینجا رو ساخت رحمت الله علیه، میخواست یه دعای یه جایی اقدام هم کرد، برخی میگن تا یه هفته هم بود که جز شیعه دوازده امامه کسی نتونه تو زیارت بره. یه میرفتن خوندماغ بشدن دی. شب آقا علی ابن مسترز آمد به خواهش و فرمود اونو برش دار، این درگاه این بارگاه ما برای همه است، همه باید بیان. شیعه ویژگیش همینه. مگه ما تو اربعین کسی میپرسیم دینت چیه، مذهبت چیه، کجا آمدی؟ میگه حسین قبول داری؟ انسانی، آزاده ای. این کارناوال ما، این فستیوال ما، فستیوال آزادگان است. الان والله این مشهدی که من دیدم شده اربعین دو، جز اینه موکب و همه اومدن دارن کمک کنن، کل مشهد شده ظاهر سرا. چون رو ظاهراش حساسه، شما به ظاهراش خدمت کن ببین چجوری. یایی من خودم بعضی ما میرم حرم میرم چی گریم نمیاد، میدونم ما قسی القلب میشیم، همونجا بگر به یه ظاهری خدمت ولی کوچیک کن، یه شکرات یه بچه نشسته بشه بده، یه لبخندی میزنی به یه نفر، دست یه نفر رو میگیری، اصلا انگار یه اتفاق عجیب غریب میفته، دلت نرم میشه، یعنی شور شدن اشکات شور گرفته. این مکتب، مکتب خدمته. ما ایرانی‌ها به مهمون نوازی معروفیم، به خونگرمی معروفیم. به خود همه اروپایی‌ها که میان ایران توریست‌ها، اولین چیزی ازشون می‌پرسه میگه مردم مهربون ایران، میگن کاین، اینا مهربونن، اینا رؤوفن. خب این سرزمین، سرزمین امام رضاست، سرزمین امام رضایی هاست، اجازه ندیم دشمن این خصلت‌ها رو در ما بکشه. این اون چیزی که باید با چنگ و دندون حفظ کنیم، روز تمام توان اومده اینا رو بگیرن از ما. تشویقان ما یه جا سخنرانی داشتیم، یه عزیزی پدرشون فوت شد، دوستان ما بودن، گفت میای برای سخنرانی؟ من مجلس ختم اصلا تا حالا نرفت. گفتم چش، ما رفتیم 10 دقیقه که گذشت ایشون اومد جلو اینجوری کرد. من گفتم خب باشه دیگه. آقا خدافزی که اومدیم پایین دیدم این رنگش بده. گفت چرا؟ گفتم خود گفتی تمامش کن. گفت من گفتم نزدیکتر به میکروفون باش. خب من الان چه خاکی تو سرم کنم نیم ساعت دیگر رو الان نمیدونم این یعنی چی؟ یعنی ادامه بدید. میگه آب ببندید تا بیان مدا. خب مسئله روز فردا حتما، من مسئله روز و فردا نیستی دیگه، با اینترنت ببینی یه بی نداره الان. آره مسائل روز و فردا. امروز راجع به این ریشه ها باید حرف بزنیم که مسائل روز ببینیم کجا میخواد بشینه. این زمینه ماست، این زمین ماست. اما بخوایم به عنوان مقدمه اینو بگیم، اینه که سرزمین ایران به خاطر تمام ویژگی هایی که گفتم، ببین وندی شرمن میگه ژن مردم ایران مشکل داره، اصلا بحثش با جمهور اسلامی آخوندا نیست، میگه ژن مردم ایران مشکل داره. و تو تمام عکساشون ببینید شما فکر کنید مثلا مذاکره کننده ما با موگرینی مذاکره میکردن، موگرینی هدر توییترش ایران تجزیه شده بود، خیلی حرفا هدر که من توییت زدم اون موقع، با کی دارید مذاکره میکنین؟ آدم تو هدر عکس اصلی پروفایلش انگار مثلا هدر توییترش ایران تجزیه شده کشیده که توییتر اکانت منو بست. صورت مسئله رو پاک کرد. چرا غلط کرده، بیجا کرده. اینا میگن این سرزمین همیشه آبستن دفاع از خدا و دین خداست. و همیشه در طول تاریخ این کارو کرده. الان هم همینه. اسلام ما نگه داشتیم. مگه اسلام دست ترکیه یا عربستانی‌ها بود که چیزش نمونده بود؟
و از ترکیه اسلامی بیرون نخواهد آمد. میدونی چرا؟ چون روم شرقیست. قبل اینکه مسلمان باشه او همون بیزانسه، فرهنگ بیزانس در اونجا حاکمه. یوتیلیتاریانیزم، اصالت سود، فرهنگ ایناست. از حجاز هم بیرون نخواهد آمد. اینا پیغمبر جلو چششون بوده، اهل بیت جلو چششون بوده. هیچ اتفاقی، سوره یاسین رو بخونید ببینم به مورد کی داره حرف میزنه. میگه ای پیغمبر خیلی سختی نکش، این قوم نه خودشون درست میشن نه باباشون خوب بودن. یه چی بگی؟ فهم غافلون. در مورد جغرافیای یمن پرسیدن. یمنی ها چند گروه هم، اینی که مثلا ما برگردیم بگیم که غربی ها، میگه خب غربی ها کجاش؟ آمریکا، اروپا. بین خلقیات مثلا ایتالیایی ها با انگلیسی ها زمین تا آسمون فاصله است، زمین تا آسمون. خب یمنی ها که میدونید اینا ایرانی هم، پادشاه هاشون با پسوند زی یعنی صاحب، پیشوند زی داشتن و جز اولین مسلمون ها هم بودن. اینا دو نفری اومدن پیامبر در مدینه به شهادت برسونن، پیامبر غیب گفت، فهمید اینا خنجر رو قایم کردن زیر لباسشون و همونجا اینا مسلمان شدن. اسلامشون هم امیرالمومنین نیست، اول خالد ابن ولید رفت و کلا شمشیر میفهمید. خالد ابن ولید همون که دستای امیرالمومنین رو بست در ماجرای کوچه، خیلی هم برای این وهابی ها مقدسه. جالبه در سوریه و عراق اینجا هر جا قبر پیدا کردن اینا میدونید که کندن، جنازه بیرون کشیدن، استخون سوزوندن، کار عجیب غریب اگه پال نمیکرد حداقل جابجا است. قبر مطهر حجر بن عدی و حجر بن عدی رو جابجا کردن که ظاهرا ایشون سالم هم بود قبر، اما خالد ابن ولید رو دست نزدن. خیلی جالبه. همه خالد و پیامبر فرستاد یمن، رفت اونجا جنگید، هیچ اتفاقی هم نیفت. امیرالمومنین رو فرستاد، امیرالمومنین قبل اینکه بره با اینا صحبت بکنه دو رکعت نماز خوند. حضرت دو رکعت نماز خوند، اینا نماز امیرالمومنین رو دیدن مسلمان شدن. اینا یه تاریخ اهل سنته، نماز امیرالمومنین رو دیدن مسلمان شدن. از قضا بنده معتقدم همونجا هم این جغرافیای تمدنی هست، عضوی از این جغرافیای تمدنیه. اگر آتیشی، ببین هر جا دودی بلند میشه از آتیش اینجاست. لبنانی هست، حزب الله لبنانی هست، الگو از اینجا گرفته. نیجریه ای اگه هست، آی زکزاکی اگه اونجا تونسته میلیونی آدم شیعه کنه، متأثر از فرهنگ امام بوده اینجا. هر جا دودی دیدی آتیشش از اینجاست و شک نکن. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يدي. تعجيل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله.